به برنامه 60 دقیقه خوش آمدید. سرخط خبرها. آتشی که این بار دامن خانواده‌های زاهدانی را گرفت. استفاده از بخاری نفتی غیر استاندارد تا کی قرار است جان دانش آموزان را بگیرد؟ در ادامه برنامه هشدار تازه و متفاوت وزیر اطلاعات ایران، بالاترین مقام امنیتی کشور از احتمال اتحاد مخالفان میگوید. جلسه شورای امنیت سازمان ملل به درخواست اسرائیل، نتانیاهو از کشف تونل‌های حزب الله لبنان در مناطق مرزی میگوید. و خوشبینی دولت افغانستان به پیشرفت مذاکرات. شورای عالی صلح میگوید تدوین توافقنامه با طالبان به زودی آغاز میشود. سلام، شبتون بخیر. من رنا رحیم‌پور هستم. و من باران عباسی. یکتا میرشکار، منا خسروپرست و سبا عربی، سه دختر بچه زاهدانی، دیروز به جای اینکه بعد از مدرسه به خانه بروند و بازی کنند، سوختند. هرگز به خانه بر نخواهند گشت. آتشی که مادران و پدرانشان تا ابد آنها را خواهد سوزاند. دانش آموزانی که حقشان زندگی بود، اما قربانی سهل‌انگاری شدند. این اولین بار نیست که بخاری نفتی در مدارس ایران فاجعه می‌آفریند. شیون قربانیان شین‌آباد هنوز فراموش نشده که آتشی دیگر قربانی گرفت. فاجعه‌ای که در صورت ادامه وضع موجود بعید نیست باز هم تکرار شود. وزارت آموزش و پرورش ایران میگوید سیستم گرمایش بیش از 40% مدارس ایران امن نیست. چرا در مدارس کشوری که مالک دومین ذخایر بزرگ گازی جهان است هنوز از بخاری نفتی استفاده می‌شود؟ چند بچه دیگر باید قربانی شوند تا چاره‌ای پیدا شود؟ بیشتر به این موضوع می‌پردازیم. اول گزارشی از فیروزه اکبریان با این توضیح که تصاویر در این گزارش هست که ممکن آزاردهنده باشه. به این حد سوختن که داخل دهنشون بوده پلاستیکای. آخرین نمونه از آتش سوزی در مدارس ایران. این بار آتش به جان دبستانی در زاهدان افتاد. سه دانش آموز پیش دبستانی و دبستان دخترانه اسوه حسنه بر اثر سوختگی شدید جان باختند. وضعیت یک دانش آموز دیگر هم با 70% سوختگی چندان مناسب نیست. علت حادثه مثل خیلی از آتش سوزی های مشابه آتش گرفتن بخاری نفتی اعلام شد. بخاری هایی که استفاده از آنها ممنوع اعلام شده بود. بخاری که اونجا استفاده می شده و همچنین ساختمانی که برای اون پیش دبستانی غیر دولتی اختصاص پیدا کرده بوده، از حیث اداری سری ابهاماتی هنوز درش وجود داره که امروز انشالله بر اساس تیمی که رفتن تا فردا گزارش نهاییش رو به من خواهند داد که آیا این ساختمان مورد تایید قرار گرفته بوده یا عوامل مدرسه بدون اجازه به این ساختمان نقل مکان کرده بودند. معاون وزیر آموزش و پرورش گفته این مدرسه حدود یک ماه قبل به فضای جدید منتقل شده بود، اما هنوز تاییدیه نوسازی و استحکام بنا را نگرفته و برای گرفتن مجوز فقط مکاتبه کرده بود. پس از آن که دادستان زاهدان دو نفر از کارکنان مدرسه از جمله مدیر را مقصر دانست، این دو برای تحقیقات تکمیلی بازداشت شدند. مدرسه های ایران با آتش سوزی بیگانه نیستند. آتش سوزی در مدرسه ابتدایی در روستای سفیلان استان چهارمحال و بختیاری در آبان ماه سال 1383، 14 سال پیش، یکی از آنهاست. دست کم 13 دانش آموز کشته شدند. علت آتش گرفتن بخاری نفتی. دو سال بعد دبستان شهید رحیمی در روستای درودزن شهرستان مرفدشت در استان فارس. 8 دختر دانش آموز دچار سوختگی شدید شدند. علت باز هم آتش گرفتن بخاری علاءالدین. آبان ماه 1389 خوابگاه شبانه روزی دانش آموزی منطقه چهارمحال استان سیستان و بلوچستان. 1 کشته و 14 مصدوم. آبان ماه سال 1390 خوابگاه دبیرستان دریانوردی چابهار، 2 کشته و چندین مورد سوختگی شدید. و آذر ماه 1391 یکی از معروفترین حوادث از این دست، دبستان دخترانه روستای شین‌آباد پیرانشهر در استان آذربایجان غربی. 2 دختر جان باختند.
بیش از 29 دانش آموز دچار سوختگی شدند. 12 نفر همچنان با عوارض جسمی و روحی ماندگار دست و پنجه نرم می کنند. این تجمع شماری از دختران شینانبادی مقابل نهاد ریاست جمهوری. 4 ماه پیش، 6 سال پس از حادثه. دختران شیناباد از دولت خواستند تا با عمل به وعده هایش بودجه لازم را برای درمان آنها اختصاص دهد. با وجود ممنوعیت، بخاری های نفتی همچنان در مدارس ایران گر می گیرند. می سوزند و می سوزانند. آینده نزدیک هم به نظر روشن نمی آید. بیش از 40% از مدارس کشور به سیستم گرمایشی استاندارد مجهز نیستند. در تلاش این با یک برنامه زمانبندی در 3 سال آینده بخاری های غیر استاندارد را از مدارس جمع کرده و بخاری های استاندارد را جایگزین کنیم. صحبت های آقای رخشانی مهر در حالی است که 4 سال پیش علی اصغر فانی وزیر وقت آموزش و پرورش گفته بود تقریبا تمام بخاری های نفت‌سوز قطره‌ای از مدارس کشور جمع‌آوری شده‌اند. امروز زاهدان به عزای دختران جانباخته نشسته. اما تا فکری اساسی نشود، بعید نیست باز هم شهری به عزا بنشیند. باز هم تابوت‌هایی بر سر دست برود. فیروزه اکبریان، بی بی سی. جواد لعل محمدی، دبیر دبیرستان و عضو کانون صنفی معلمان ایران روی خط تلفن با ماست. آقای لعل محمدی، اساساً آیا آموزشی به معلم‌ها و مسئولان مدرسه داده میشه که در صورت وقوع آتش بچه‌ها باید چه کار کنن؟ در این زمینه طرح‌هایی تدوین شده و قراردادها و تفاهم‌نامه‌های زیادی نوشته شده، اما متأسفانه همه بر روی کاغذ باقی مونده و عملی نشده. اجازه بدید من قبل از شروع صحبتم این تراژدی سوختن اتوبوس دانش آموزان که این زمینه جانفدایی کردن، از جمله آقای حسن امیدزاد از بیجار، آقای اکبر عابد، آقای محمد رضا واعظی، آقای اکبر بهاری، علی فرزاد، خدا کرم سفرزاده، مرتضی عسکری، مرتضی نظام، موسی نظافتی، محمد علی محمدیان، کاظم سفرزاده. اجازه بدید به احترام که جانشان را تقدیم آموزش پرورش کردن کلاه از سر بردارم و تعظیم کنم. و کاش دادستان کشور و دادستان سیستان و بلوچستان به جای دستور بازداشت 4 تا معلم، 2 تا معلم و مدیر مجموعه آموزشی، دستور بازداشت وزیر آموزش پرورش رو که با سودای قدرت بر این میز نشستن، می آمدن از اینها بازخواست می کردن که آقا طی سالیان سالی که شما در این مجموعه، در این وزارتخانه پست‌های مؤثر داشتید، چرا کاری انجام ندادید؟ آقای وزیر 15 روز پیش در ویدیو کنفرانس که در سفر آقای روحانی به سمنان داشتن اعلام کردند که 70% مدارس کشور غیر ایمن بوده و با همت دولت تدبیر آمیر به 30% کاهش پیدا کرده. بنده این رو باور نمی کنم. چرا؟ چون در همین سیستان و بلوچستان 7000 کلاس غیر ایمن ما داریم. در همون سمنانی که ایشون داشتن آمار میدادن 1700 کلاس باید تخریب بشه و 2000 کلاس به مقاوم سازی نیاز داره. اینها نگفتن که به غیر از نزدیک 2000 مدرسه در سطح کشور، عمر بقیه مدارس چرا 1/8 مدارس دنیاست؟ من تعجب میکنم این آمارها و این بیلانی که ارائه میدهن مورد قبول مردم نیست. حداقل اگر حرفی رو میزنن منطبق با آمار باشه، منطبق با شرایط باشه و یک مقداری منطقی به نظر برسه. آقای لعل محمدی، این گفته وزیر آموزش و پرورش آقای فانی 4 سال پیش که تقریبا تمام بخاری های نفت‌سوز قطره‌ای از مدارس کشور جمع شده، آیا صحت داره از دید شما؟ نه خیر، اصلا چنین چیزی نیست. ببینید بنده عرض کردم مدارس ما بر اساس در 2 سال پیش بر اساس
گفته رئیس سازمان نوسازی که در سال 95 اعلام کردن 47% مدارس ما ناامنه و بسیاری از این ناامنی ها برمیگرده به همین شرایطی که با ساختار بهینه‌سازی مجموعه های آموزشی منطبق نیست، با استانداردها منطبق نیست. در همون موقع رئیس سازمان نوسازی گفتن 47% مدارس ما ناامنه و معاون عمرانی وزیر در همون موقع این مدارس رو به بمب ساعتی تشبیه کردن، زنگ هشدار رو به صدا در آوردن. آقای وزیر و مسئولین آموزش پرورش و مسئولین قضایی گفتن آقا این مدارس نایمن باید تعطیل بشه. خب با تعطیلی که کار درست نخواهد شد. اگر اینجوری باشه ما حدود در همین تهران بالغ بر 1000 تا مدرسه بین 40 تا 90 سال عمر دارن که اصلا منطبق با استانداردها نیستن. در بسیاری از مناطق و مناطق محروم و مدارسی که در این مجموعه هستن هنوز شکل و شمایل اولیه یک کلاس وجود نداره. بعد چطور اینها آمدن بخاری های قطعه‌ای رو جمع آوری کردن، اون هم در کشوری که به قول شما منابع بزرگترین منابع گازی جهان رو حائز هست. من چنین چیزی رو نمیپذیرم. شاهدها و شواهدی که هست و گفته هایی که مسئولین فنی در این زمینه ها دارن حرف های دیگری میگوید، نمایندگان مجلس حرف های دیگری رو میزنن، مسئولین کمیسیون آموزش حرف های دیگری رو میزنن و متاسفانه هیچ کدوم منطبق با اون واقعیتی که در فضای آموزشی ما باش مواجه هستیم وجود نداره. آقای محمدی، ساز و کار نظارت بر مدارس غیر دولتی چیه؟ چون اتفاقی که الان افتاده اینه که بسیاری از مسئولین به نوعی از خودشون سر به مسئولیت میکنن، میگن مدرسه در ساختمانی به ساختمانی منتقل شده که استاندارد نبوده، مورد تایید نبوده. آیا اصلا نظارتی بر مدارس غیر دولتی وجود داره؟ بنده میخوام این رو عرض کنم. ببینید اصلا نه مشکل ما، الان تمام توان آموزش پرورش و تمام توان دولت بر این است که بار رو بذارن بر خلاف تصریح قانون اساسی، بار رو بذارن روی دوش بخش خصوصی، در صورتی که این قضیه خاک پاشیدن روی صورت مسئله هست، روی سیاری هایی هستش که امروز در آموزش پرورش ما شاهد اون هستیم. حتی اگر آموزش پرورش به بخش خصوصی واگذار بشود، باز این معضلات همچنان باقیست. ببینید مسائل ما اساسی تر و بنیادین تر از این حرف هایی هستش که در اخبار و گفت و شنود هایی که برای عرض کردم برای پاک کردن صورت مسئله داره مطرح میشه هستش. اگر بنا هستش که کار اساسی در آموزش پرورش صورت بگیره، وزیر باید بشین در هیئت دولت مثل بسیاری از وزرای دیگر بجد بودجه لازمه رو آموزش پرورش از دولت بخواد، از هیئت دولت بخواد و در این زمینه تلاش داشته باشه و نهایتاً طرح تحول بنیادین که با نقیصه‌هایی که داره بنده معتقدم باز یکی از طرح‌های خوبی هستش که سبب بهبود در آموزش پرورش خواهد شد، این طرح اجرایی بشه. اگر این طرح اجرایی بشه دست ملی اجرایی خواهد شد. اگر دست ملی اجرایی بشه ما به مرور زمان و طی یک فرصت زمانی میتوانیم به اون چرا که لازمه و شاخصه‌های یک آموزش پرورش نوین هست کم کم شاهدش باشیم. تشکر فراوان. جواد لعل محمدی، عضو کانون صنفی معلمان ایران با ما. حسین احمدی نیاز، وکیل دادگستری و حقوقدان از لاهه هلند با ما. آقای احمدی نیاز، از لحاظ حقوقی مسئول این فاجعه در ایران کیه؟ با سلام و درود بر شما. ببینید حسب اصل 30 قانون اساسی و طبق قانون مسئولیت مدنی، دولت دارای مسئولیت تام در این قضیه هست و بازداشت یک مدیر یا یک معلم هرگز نمیتونه نافی مسئولیت کامل دولت در این زمینه باشه. اینکه دولت اعلام میکنه من بودجه کافی ندارم در این قضیه، بازم نافی مسئولیت کامل دولت نیست. طبق قانون اساسی دولت ملزم و مکلف به تمام
رعایت استانداردسازی محیط‌های آموزشی و انجام ایمنی لازم در این زمینه هست. ببینید، ما اگه به سند تحول بنیادین آموزش و پرورش نگاه بکنیم یا شوربختانه به قانون برنامه ششم توسعه نگاه بکنیم، می‌بینیم در قانون برنامه ششم توسعه که پیش سند تحول توسعه کشور در دورنمای 5 ساله آینده ایران را ترسیم می‌کنه، هیچ بحثی از ایمنسازی مدارس علارغم وجود 42% از مدارس غیر استاندارد در کشور وجود داره نشده است. این یکی از آثار زیانباری است که بر محیط‌های آموزشی در حال حاضر داره وجود میاره. ببینید، در هر استان یک هیئت 3 نفره برای نظارت بر بازسازی به نوسازی مدارس وجود داره که ریاست این هیئت بر عهده استانداره و شخص استاندار ملزم و مکلف نسبت به مدارسی که غیر استاندارد هستند و فاقد ایمنی لازم است بلافاصله دستور تعدیلی اینها را بدهد. اما اون اراده کافی در نظام آموزشی ایران یا در نظام اجرایی ایران برای اجرای ایمنسازی مدارس وجود نداره. حسب گزارشی که شما پخش کردید، از سال 1383 تا به امروز ما شاهد حوادث تلخ و دردناکی در حوزه آتش سوزی مدارس ایران به علت عدم رعایت استانداردسازی ایمنی مدارس هستیم. آقای احمدی نژاد، شما خودتون وکیل دختران شین‌آباد بودید، پیگیری‌های حقوقی شما در اون پرونده آیا منجر به تغییر ملموسی در قوانین شد؟ ببینید، ما تلاش وافری کردیم که بتون روز 15 آذر 1391 رو به عنوان روز استانداردسازی و انجام ایمنی مدارس نامگذاری بکنیم، اما شوربختانه هیچ گامی از سوی دولت برای همراهی و بسیج امکانات عمومی جهت ایمنسازی مدارس انجام نشد. یعنی اون اراده کافی از سوی دولت در این راستا وجود نداره متاسفانه. یعنی بایستی دولت ایران، چه دولت احمدی نژاد چه دولت های روحانی، نسبت به عدم رعایت ایمنسازی مدارس بازخواست بشن. اگه واقعا اینها بیکفایت هستند، مسئولیت رو واگذار بکنن، اجازه ندن 17 میلیون دانش آموز ایرانی در مدارسی که فاقد استانداردهای لازم برای تحصیل هست درس بخونن. شما در نظر بگیرید در تمام کشورهای توسعه یافته جهان مدرسه بنیاد اصلی یک توسعه رو ایجاد میکنه و استانداردسازی مدارس بخش اصلی این بنیانهای توسعه رو در نظر میگیره. وقتی که این شرایط و محیط فراهم نیست، واقعا مدارس ما از این بحرانهایی که شامل اینها هست در نظر میگیره و این یکی از آسیبهای بسیار جدی برای دانش آموزان هست. هنوز کودکان شین‌آباد علارغم گذشت بیش از 6 سال هنوز نتونستن به حالت اولیه درمان برسن. هنوز 360 عمل جراحی بر صورت‌های بچه‌ها انجام شده ولی در پله‌های اولیه قرار دارن. تا 15 سال آینده قرار این دختران زیر تیغ جراحی برن و این یکی از آثار زیانبار فقدان ایمنی در مدارس ایران هست. بنابراین دولت باید به مسئولیت اولیه خودش در فراهم نمودن یک بستر لازم مناسب به ایمنی برای تحصیل دانش آموزان در نظام آموزشی ایران عمل بکنه و اقدام بکنه. ببینید، همین دخترانی که در زاهدان فوت شدن از لحاظ حقوقی دارای بحث‌های مختلفی هست. مثلا اینا چون دختر هستن طبق قانون مجازات اسلامی به اینها نصف دیه پرداخت میشه، یا برای دخترانی که آسیب دیدن اینها هم مشمول به سان دختران شین‌آباد بایستی در راهروهای دادگستری یا در راهروهای بیمارستان‌ها منتظر درمان باشن. این در حالی است که اگه دولت ایران به تکالیف خود برای ایمنسازی مدارس در این چند سال عمل میکرد، ما هرگز شاهد حادثه ای که در مدرسه اسوه حسنی زاهدان اتفاق افتاد نمی بودیم. لذا در این قضیه دولت دارای مسئولیت تامه. قانون مسئولیت مدنی این را تعریف کرده و ای کاش دادستان کل کشور یا رئیس قوه قضاییه حسب اصل 156 قانون اساسی در راستای دفاع از حقوق ملت وارد میشد به نسبت به بازخواست وزیر یا خود اعضای دولت. خدای رئیس جمهور میتونه حسب اصل 127 قانون اساسی مسئولی برای این امر تعیین بکنه که علل این قضیه ناشی از چیزی بوده است. آقای احمدی نیاز، اگر کوتاه لطف کنید، در این مقطع خانواده قربانیان به کی میتونن شکایت ببرن؟ ببینید، شکایتی که بایستی صورت بگیره علیه دولت خواهد بود. وزارت آموزش و پرورش به نمایندگی از دولت دارای مسئولیت، اما بحث این است که دولت فقط میتونه دیه این دختران رو، اونم حالا طبق قانون مجازات نصف دیه میشه، اما این
تأمین کننده آلام و دردهای وارد بر خانواده ها نیست. پرداخت دیه تأمین کننده و جبران کننده وجود نازنین این دختران نیست. تا زمانی که کنوانسیون حقوق کودک، تا زمانی که استانداردهای سند 20 نسبت به حوزه آموزش و پرورش در نظام آموزشی ایران رعایت نشه، این وضعیت ادامه پیدا خواهد کرد. کافیست نگاهی بکنیم به اظهارات مسئولین وزارت آموزش و پرورش در این زمینه. همین فرماندار سردشت اخیراً اعلام کرد که اکثر مدارس سردشت فاقد استاندارد لازم در حوزه ایمنی مدارس هستند. بله. ضرورت داره که اکثر اینها تخلیه بشن، یا خود سیستان و بلوچستان هم از همین وضعیت. این نشون میده که یک نوع بی‌عدالتی در حوزه توزیع امکانات در حیطه ایمنی مدارس ایران هم وجود داره. متشکرم از شما. حسین احمدی نیاز، وکیل دختران شین‌آباد. 60 دقیقه رو با چند خبر کوتاه ادامه میدیم. در پی هفته‌های اعتصاب کارگران شرکت فولاد اهواز، نماینده ویژه وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفته بود که با تامین 40,000 تن مواد اولیه از امروز کارگران اعتصابی به محل کار خود باز خواهند گشت. کریم یاوری گفته بود این مواد اولیه با تعهد بانک ملی که سهامدار اصلی شرکت فولاد اهواز است تامین شده. آمریکا خواستار تحقیق درباره درگذشت وحید صیادی نصیری، زندانی سیاسی در ایران شده. رابرت پالادینو، معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، درگذشت این زندانی و ادامه بازداشت شماره دیگری از فعالان حقوق بشر در ایران را محکوم کرد. وحید صیادی نصیری هفته پیش بعد از 2 ماه اعتصاب قضا در زندان درگذشت. آقای پالادینو میگوید ایران باید به دیگر موارد مرگ‌های مشکوک در زندان‌هایش هم رسیدگی کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران احتمال نامزدی محمد جواد ظریف در انتخابات ریاست جمهوری را رد کرده. حضور وزیر خارجه ایران در نشست حزب ندای ایرانیان و سخنرانی درباره اولویت‌های سیاست خارجی به شایعه احتمال نامزدی او در انتخابات ریاست جمهوری آینده دامن زده بود. بهرام قاسمی به خبرگزاری ایسنا گفته آقای ظریف گرایش حزبی و جناحی ندارد و دنبال اهداف خاصی در انتخابات ریاست جمهوری آینده نیست. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، برای شرکت در 5th نشست شورای عالی همکاری ترکیه ایران وارد آنکارا شد. این نشست با حضور رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه برگزار می شود. در این نشست دو طرف در خصوص بسیاری از ابعاد روابط دو جانبه گفتگو خواهند کرد. تحولات منطقه‌ای و جهانی هم مورد بحث خواهد بود. محمود علوی، وزیر اطلاعات ایران، با حضور در مجلس از تلاش نیروهای مخالف جمهوری اسلامی در خارج برای اتحاد و همسو شدن گفته. آقای علوی کشورهای خارجی از جمله آمریکا و اسرائیل و سرویس‌های امنیتیشان را به حمایت از اپوزیسیون در این زمینه متهم کرده. حسن شریعت‌مداری، فعال سیاسی از هامبورگ آلمان، با ما تا بیشتر در این باره صحبت کنیم. آقای شریعت‌مداری، چقدر این نگرانی که آقای علوی مطرح کرده برای جمهوری اسلامی جدیه؟ بله، آقای علوی به عنوان یک شخصیت اطلاعاتی از عینک خودش قضیه رو میبینه و واقعا فکر میکنه که، یا شاید اینطور تظاهر میکنه که، به اپوزیسیون ایران به خاطر اینکه سرویس‌های امنیتی جهانی با اون میخوان اونو به اتحاد برسونن به هم نزدیک شده. درسته این کاملا غلطه. اون چی که باعث این اتحاد هست دیدن این خطر بسیار واضح و ملموسه که امروز همه در ایران اون رو میبینن که این نظام، یعنی اگر دقیق بخوایم بگیم، این بی‌نظمی سرکوبگری که نام پرتمطراق نظام رو به یدک میکشه، کاری جز جنگ قدرت داخلی و در حقیقت دست درازی به منابع ملی و عمومی نداره و مملکت در حال یک سقوط آزاد هست و این فروپاشی نظام ممکنه به فروپاشی اجتماعی منجر بشه و ایران رو به خطر بیندازد. این خطر مشترکی که اپوزیسیون رو به هم نزدیک کرده و البته توانسته اپوزیسیون ایران به مراتبی از این همگرایی نزدیک بشه، به خاطر اینکه خب ایران جامعه مدنی نسبتاً پیشرفته‌ای داره، اصنافی داره که مبارزه میکنن و ملتی داره که
از این مبارزات حمایت میکنن و اینها همه باعث دلگرمی برای اپوزیسیون هست که بتوانند هم صدا بشن و کمک کنن تا این دوران گذار به راحتی و بدون هزینه زیادی برای این ملت برگزار بشه و ما به یک دموکراسی دست پیدا کنیم. اما این همگرایی و سازمان یافتگی که آقای علوی ازش صحبت میکنه واقعا چقدر وجود داره؟ بله ببینید، ما راه درازی به این منظور نداریم، به خاطر اینکه اولا جامعه ایران یک جامعه است که جامعه توده‌وار نیست. بخش‌های مختلفش سازمان‌های خودشون رو دارن، این سازمان‌ها رو دولت خواسته به تسخیر خودش در بیاره و امروز اونا دارن بند نافشون رو از این نظام می‌برن. اینها با سازمان‌های اپوزیسیون کم و بیش در ارتباطن، سازمان‌های اپوزیسیون سال‌هاست با هم مشغول صحبت هستن، سرمایه اجتماعی بزرگی مانند تحمل همدیگر، تولرانس، قبول واقعیت‌ها در فضای اپوزیسیون ایران حکم فرماست. یکی از اپوزیسیون‌های نادر خاورمیانه است اپوزیسیون ایران که از راست راست تا چپ چپ می‌توانند با هم بنشینند و متمدنانه مسائل رو واقع بینانه بررسی بکنند. و بنابراین من فکر می‌کنم که با وجود پیشنهادهایی که امروز در بین اپوزیسیون هست، مانند شورای مدیریت دوران گذار و بعضی پیشنهادهای دیگه، اپوزیسیون راه‌هایی پیدا کرده که بتواند در اون چارچوب این همگرایی و سازماندهی رو داشته باشه. این که آقای علوی گفته که اینها 64 نشست در یکی دو سال اخیر برگزار کردن، منظورش دقیقاً چه گروه‌هاییه؟ من نمیدونم واقعاً این اطلاعات ایشون کجاست و شماره‌ها کدومه. به هر صورت نشست‌ها خیلی زیاده و من اونها رو نشمردم، ولی این نشست ها سالهای سال است که است. البته با توجه به وخامت و اوضاع به شدت زیاد شده و همدلی و همگرایی هم فزونی پیدا کرده. چه شواهدی وجود داره که این همگرایی بیشتر شده؟ بله ببینید، برای اینکه جامعه ایران جامعه است که بخش های در حقیقت حاشیه‌ای اون هم مانند اتنیک ایران همشون میخوان که یک ایران واحد باشه. ولی آقای علوی داره درباره مخالفان خارج از کشور صحبت میکنه، کسایی که 40 ساله که هنوز نتونستن که به یک سازمان یافتگی و یک انسجامی برسن. بله آقای علوی یک واقعیت رو در نظر نمیگیرن که امروز داخل و خارجی وجود نداره. اونها نمیتوانند فضای عمومی سیاسی رو مسدود کنن. ما هر روز با داخل ایران در تماسیم، اونها هم با ما در تماسند. این مرز بسیار مصنوعی است، مرزی است که نظام همیشه خواسته ایجاد کنه. 3 مرز رو نظام خواسته ایجاد کنه. یک مرز، مرز بین اتنیک و اقوام ایرانی و مرکز نشینان، مرز بین داخل و خارج است و همچنین مرز بین کسانی است که با دموکراسی های غربی نزدیکن و اونهایی که چپن. امروز همه این مرزها مصنوعی شده و همه اونهایی که در دو طرف این دیوارها انگاشته می شدن با هم نزدیک شدن و همه یک ایران یک پارچه و واحدی می خوان که یک دموکراسی سکولار بر اون حکمرانی بکنه. بنابراین این تقسیمات اصولا صحیح نیست. این که 40 سال نتونستن با هم نزدیک بشن به خاطر اینکه جمهوری اسلامی یکی از انواع اقتدارگرایی های نوینی است که جامعه مدنی رو ضعیف نگه می‌داره، شبه تشکیلات اپوزیسیون رو می‌سازه، پول خرج می‌کنه تا جاسوس‌های زیادی بین اونها باشن، ولی امروز اینا چهره‌های شناخته شده‌ای شدن و اغلب اینها هم تغییر رویه دادن. حتی بخش‌هایی از نظام که حرف‌هایی می‌زدن که تاکنون بر وفق مراد آقای علوی بود، اکنون مثلا مثل اصلاح طلبان و دیگران خیلی همگراتر شدن با اون چیزی که ما در اینجا میگوییم و بخش‌های دیگر نظام هم علائمی میفرستن که معلومه که میدانن که این نظام ماندنی نیست. من فکر میکنم آقای علوی به صرف خودشون و حکومتشون هم هست که مانع ایجاد نکنن و بگذارن این گذار مسالمت آمیز به طور طبیعی حل بشه، چون میدانن که ماندنی نیستن و بهتر است که به جای امنیتی کردن فضا و به جان هم انداختن ایرانیان که در نهایت به نفع خودتون نخواهد بود، بله، و خودشون فدایی اون خواهند بود، اجازه بدن که این مسیر به طور سالم طی بشه. ممنونم ازتون. حسن شریعت‌مداری، فعال سیاسی از آلمان با ما.
شورای امنیت سازمان ملل به درخواست اسرائیل جلسه‌ای برای بررسی تونل‌هایی که حزب الله برای رخنه به داخل خاک اسرائیل ایجاد کرده برگزار کرد. نخست وزیر اسرائیل گفته ارتش این کشور 4 مورد از این تونل‌ها را کشف و نابود کرده. بنیامین نتانیاهو پیشتر هم گفته بود کشورش مراکز تولید و توسعه موشک‌های نقطه‌زن حزب الله در خاک لبنان را هم شناسایی کرده و مانع از ادامه کارشان شده. سیاوش اردلان گزارش می‌دهد. اسرائیل میگوید مسئله این تونل ها هستند. 4 تونلی که حزب الله لبنان از جنوب این کشور تا خاک اسرائیل حفر کرده و شاید در صورت بروز جنگ یا حتی پیش از آن به توانایی های حزب الله اضافه کند. اسرائیل موفق شد امروز شورای امنیت سازمان ملل را به برپایی یک جلسه اضطراری وادارد، با این هدف که حزب الله به عنوان نقض کننده قطعنامه های آن شورا معرفی شود. This is not merely an act of aggression. اقدامات حزب الله صرفاً حرکتی خصمانه نیست، اعلان جنگ است. بهتر است بگویم بخشی است از برنامه جنگی. نیروهای حافظ صلح سازمان ملل هم وجود این تونل‌ها را تایید کردند و گفتند حرکت حزب الله به مثابه نقض قطعنامه 1701 شورای امنیت است. 12 سال از جنگ اسرائیل با حزب الله لبنان می‌گذرد و به گفته ناظران حزب الله در این سال‌ها به مراتب قوی‌تر شده. حساسیت اسرائیلی‌ها قابل پیش بینی است، ولی در عین حال آنها توانستند آنجا که از ناحیه حزب الله احساس خطر کرده‌اند وارد عمل شوند. مثلا هدف قرار دادن نیروهای حزب الله در سوریه که به نیابت از ایران وارد جنگ داخلی به نفع بشار اسد شده و مختل کردن نقل و انتقال مهمات و تجهیزات آنها. یا اگر بنیامین نتانیاهو راست گفته باشد، وادار کردن حزب الله به بستن مراکز استقرار موشک‌های نقطه‌زن حزب الله در نقاط مختلف بیروت. دولت لبنان گفته چنین مراکزی وجود نداشتند و همیشه هم بیمان دارد که اسرائیل برای سرکوب حزب الله لبنان به خاک آن کشور حمله کند. اسرائیل چند بار این کار را کرده، کاری که ناظران گفتند ناقض قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل بوده. سیاوش اردلان، BBC. علی سعدزاده روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت آلمان با ماست. آقای سعدزاده، ارزیابیتون از تنش فعلی بین اسرائیل و حزب الله لبنان چیه؟ اگر اتفاقی نیفته برای رفع این تنش، ما در آستانه جنگ هستیم. به همین خلاصه میشه کرد این وضع رو. نطقی که آقای نتانیاهو امروز در کنسه در پارلمان اسرائیل کرد یک نطق جنگی بود. روزنامه‌های لبنانی و روزنامه‌های اسرائیلی صحبت از جنگ می‌کنند. آقای نتانیاهو الفاظ و جملاتی رو به کار برد که از جمله اینکه امنیت اسرائیل مورد مخاطره قرار گرفت. اگر به خاطر داشته باشید چندی قبل آقای نتانیاهو گفت هر جا که امنیت ما خط قرمز ما هست و هر جا که لازم باشه ما حمله می‌کنیم، حتی به ایران. امروز آمده و گفته امنیت ما مورد مخاطره قرار گرفته با این تونل ها، به خصوص همونطور که شما در گزارشتون گفتید، نیروهای پاسدار حفظ صلح سازمان ملل هم که در بین مرز اسرائیل و لبنان مستقر هستن، اونها اینها رو تایید کردن، این تونل ها رو، و اونها هم گفتن که وجود این تونل ها نقض قطعنامه‌ای است که به پایان جنگ 12 سال قبل رسید. یعنی و اعلام کرده که سازمان ملل باید به این مسئله رسیدگی بکنه. یعنی عوامل درونی و بین المللی رو داره آماده میکنه برای یک حمله احتمالی، مگر اینکه نیروهای بین المللی، دولت لبنان، دیگران وارد بشن و از این تنش یه مقدار کم بشه. ولی اگر همینجور ادامه پیدا کنه، ما با جنگ بین حزب الله و اسرائیل یا جنگ لبنان و اسرائیل فاصله زیادی نخواهیم داشت. آقای نتانیاهو خواهان تحریم حزب الله شده در پی اون چیزی که نقض قطعنامه 17-1 میدونه. چقدر احتمال داره که تحریم بشه حزب الله؟ حزب الله تحریم میشه. حزب الله عملا تحریم شده. یعنی آمریکا در حقیقت تمام بانک های لبنانی رو قدغن کرده که با حزب الله اصولا رابطه مالی داشته باشه. حزب الله عین ایران که در محاصره به اصطلاح بین المللی هست، تقریبا هست، ولی حزب الله یک راههایی پیدا کرده برای نجات خودش و برای نگهداری خودش. به علاوه هم اتحادیه اروپا بخش نظامی حزب الله رو سازمان تروریستی میدونه، هم آمریکا میدونه. ولی اون چیزی که اسرائیل در پیش هست
میگه که این حزب الله کافی نیست که جامعه جهانی محکوم کنه. حتی در این جلسه سازمان ملل خواسته از این جلسه سازمان ملل که همین الان در جریان هست که حتی باید به موشک های ایران رسید، چون مدعی هست که گویا حزب الله 100,000 موشک داره و بعضی از این موشک ها مجهز به جی پی اس هستن و میتونن که به هر حال همونجوری که شما گفتید مناطق معینی رو دقیق انتخاب بکنن. و یکی از کارهای اشتباهی رو هم که بقیدی من حزب الله کرد، در چند هفته گذشته یک ویدیویی پخش کرد به زبان عبری و ادعا کرد که ما دارای چنان اسلحه های هستیم، به اسرائیلی ها گفت و ما میتونیم هر لحظه به شما حمله بکنیم، و اینم وسیله ای شده برای نتانیاهو در توجیه به اصلاح بالا بردن تنش با لبنان. بقیه نیروهای سیاسی لبنان کجای این معادلات قرار میگیرن؟ ارتش سعی میکنه خودش رو کنار نگه داره و جالب این هست که دولت آمریکا هم داره به نتانیاهو فشار میاره که سعی نکنه که ارتش لبنان رو وارد این مناقشه کنه. آمریکا حتی به ارتش لبنان کمک نظامی و تسلیحاتی و مالی میکنه، چون فکر میکنه که ارتش لبنان میتونه یک نیروی نظامی باشه در لبنان که یک روزی به هر حال علیه حزب الله به کار بیاد. اینه که مایل نیست که ارتش لبنان وارد این داستان بشه و به همین علت آمریکا با شروع جنگ علیه لبنان، اونجوری که آقای نتانیاهو میخواد، مخالف حتی اکثر علیه حزب الله، ولی امروز آقای نتانیاهو در مجلس گفت که، و این احتمالاً آدرسش آمریکا بود، که دولت لبنان و ارتش لبنان دیگر بی‌طرف نیستن، اونها تمام کارهاشون رو با حزب الله قبلا به اصطلاح رد و بدل میکنن. و جالب این است که 3 روز قبل هم در مرز بین اسرائیل و لبنان یک برخورد کوچکی بین ارتشیان لبنان و نیروهای اسرائیلی انجام گرفت، چون نیروهای اسرائیلی وارد خاک لبنان شده بودند برای تخریب این تونل ها. ارتش سربازان لبنانی سعی کردن اینا رو به عقب برونن و این خودش تنش ایجاد کرد. ممکن است که اسرائیل استفاده بکنه و ارتش لبنان رو هم به این درگیری بکشه. متشکرم از شما علی سعدزاده، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل خاورمیانه با ما. دونالد ترامپ میگوید آمریکا داعش را در سوریه شکست داده و این تنها دلیل حضور نیروهای نظامی آمریکا در آن کشور بوده. همزمان سخنگوی وزارت دفاع آمریکا در بیانیه‌ای گفته روند خروج نیروهای آمریکا از سوریه آغاز شده، ولی تاکید کرده که مبارزه با داعش پایان نیافته. ارتش آمریکا 2,000 سرباز در شمال شرق سوریه دارد. بهمن کرباسی خبرنگار ما از نیویورک با ماست. بهمن، چی بیشتر میدونیم از حرفای آقای ترامپ؟ تصمیمی است که مشخص آقای ترامپ گرفته و برایش اصرار داره، علارغم اینکه تقریبا همه کسانی که تصمیم گیر هستند و نقش بازی میکنند در سیاست خارجی آمریکا باهاش مخالفند، از وزیر خارجه و تیم وزارت خارجه گرفته تا شخص وزیر دفاع که چند ساعت پیش وقتی ازش پرسیدن که نظرت در مورد تصمیم رئیس جمهور و دستور رئیس جمهور چیست، گفت من حرفی در این مورد ندارم بزنم. و در روزهای گذشته هم ما شاهد بودیم که هر دو مقام ارشد وزارت خارجه، یکی مسئول هماهنگی برای مبارزه با داعش و دیگری سفیر سابق آقای جفریز که در واقع نماینده ویژه آمریکا در سوریه هست، هر دو هم در سخنرانی‌های عمومیشون هم در گفتگوهاشون با خبرنگاران تاکید بر این داشتن که نیروهای آمریکایی این 2,000 سرباز در سوریه خواهند ماند برای مدتی که هم با داعش مبارزه کنن، هم با نیروهای مخالف سوری هماهنگی‌های لازم رو انجام بدن و ازشون حمایت کنن. و اصلا حرفی از خروج به سرعت بر نیروهای آمریکایی و این سربازان نبود در گفتگوهاشون. در نتیجه مشخصه که آقای ترامپ علارغم و با وجود مخالفت اونها تصمیم گرفته که این خروج اتفاق بیفته و تاکید هم داره که به سرعت اتفاق بیفته. وزارت خارجه هم گفته است که به همه پرسنلش، کارمندانش که در سوریه هستن، که در عرض 24 ساعت آینده خارج بشن. و وزارت دفاع هم در عینی که بیانیه‌اش تقریبا یه مقداری مشخصه که دارن درش سعی میکنن با آقای ترامپ جواب بدن، همونطور که در مقدمه آمد میگوین که مبارزه با داعش تمام نشده، ما وارد یک فاز دیگری شدیم، ولی گفته است که ما مقدمات روند خروج و بازگرداندن سربازان رو آغاز کردیم. البته نگفته دقیقاً چه تاریخی همشون خارج میشن، ولی یک مقام ارشد حرف از 3 ماه زده، 100 روز تقریبا که همه این 2,000
سربازی که در شمال شرق سوریه هستند به آمریکا بازگردن. و مشخصه که آقای ترامپ با و اختلافش با اعضای تیمش بسیار جدی بوده بر سر این تصمیم، و حتی وزارت خارجه آمریکا کنفرانس خبری روزش رو کنسل کرد، لغو کرد حدود نیم ساعت پیش، که نشون میده علاقه من نبودن در برابر خبرنگاران قرار بگیرن و مجبور بشن به این سوال پاسخ بدن که تا چطور همه مقامات وزارت خارجه تا همین چند روز پیش حرفی از خروج نمیزدن و حالا به یک باره سربازای آمریکایی دارن خارج میشن. چه واکنش های دیگه ای داشته این تصمیم آقای ترامپ؟ مخصوصا سناتورهای جمهوری خواه ازشون واکنش دیدیم، اکثرشون مخالفت کردن. آقای گراهام سناتور جمهوری خواه که به آقای ترامپ نزدیک هم هست خیلی تند هم حرف زده و گفته که این یک فاجعه خواهد بود، به نفع ایران تموم میشه، به نفع روسیه و قدرت و نفوذ مسکو خواهد بود و اساساً به هیچ عنوان به نفع منافع آمریکا نیست. سناتور روبیو از فلوریدا هم کم و بیش با همین ادبیات صحبت کرده. بعضی دیگه هم در واقع انتقادشون به این است که نه تنها از به قول اونها ایران دستش باز میشه در سوریه، بلکه این تصور که کار داعش تمام شده در سوریه و شکست خورده رو زیر سوال بردن و همچون که در بیانیه وزارت دفاع هم دیدیم خیلی ها اصلا موافق نیستن که چنین تصویری واقعیت سوریه رو داره نشون میده. ولی فراتر از اون هستن یکی دو تا سناتورهایی که جمهوری خواه مثل آقای رند پال که همیشه مخالف جنگ بوده که گفته این تصمیم خیلی درستی است، ما باید خارج بشیم، نباید آمریکا حضور داشته باشه در سوریه. در نتیجه گویا که اکثریت مخالفند در میان جمهوری خواهان، ولی کسانی هم هستن مثل آقای پال که موافقند. واکنش های خارجی هم داشتیم، میدونیم که مقام های دولت فرانسه گفتن ما هیچ اطلاعی از این ماجرا نداشتیم، میدونیم فرانسه هم نیرو داره اونجا، و یک مقام نزدیک به نخست وزیر اسرائیل هم گفته که در مقابله با ایران در سوریه در این مدت نیروهای آمریکایی هیچ کمکی به ما نکرده بودند. در نتیجه به نظر میاد اونها هم خیلی راضی نیستن از تصمیم آقای ترامپ برای خروج ناگهانی و به سرعت از سوریه. ممنونم ازت بهمن کرباسی از نیویورک با ما. نگاهی دوباره به خلاصه خبرهای مهم این برنامه. در زاهدان پیکر 3 دانش آموزی که دیروز در اثر آتش سوزی جانشان را از دست دادن تشییع شد. چند دانش آموز دیگر هم در این حادثه مصدوم شدند. وزیر اطلاعات ایران در مجلس از تلاش نیروهای مخالف جمهوری اسلامی در خارج برای اتحاد و همسو شدن گفت. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان مذاکرات دو روزه‌اش با نمایندگان طالبان را سازنده خوانده. این مذاکرات در ابوظبی و با حضور نمایندگان پاکستان، امارات متحده عربی و عربستان سعودی برگزار شد. آقای خلیلزاد امروز برای دیدار با مقام‌های افغان وارد کابل شد. او پیش از سفر به کابل به اسلام آباد رفته بود. همزمان شورای عالی صلح افغانستان گفته کار روی طرح توافقنامه صلح با طالبان به زودی آغاز می شود. بشیر پیمان گزارش می دهد. قرار بود در این روزها برای نامزد شدن در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان آماده شود، اما با به دست گرفتن سکان صلح افغانستان هوادارانش را شگفت زده کرد. محمد عمر داودزی اخیراً به عنوان رئیس دبیرخانه شورای صلح و نماینده ویژه رئیس جمهوری در امور منطقه‌ای برای اجماع صلح تعیین شده. او همزمان با آغاز کارش از صلح قریب الوقوع خبر داد. صلح واقعیت امر است که نزدیک است. من می‌بینم که صلح نزدیک است. با تجربه‌ای که دارم، با تماس‌هایی که داریم، صلح نزدیک است انشاءالله. اوقات نزدیک هم نیست که در چند روز، اوقات نزدیک هم نیست که در چند هفته، ولی در چند ماه ما شاهد پیشرفت‌های بسیار قابل ملاحظه می‌باشیم در راستای صلح. نمایندگان گروه طالبان هم در 2 روز گذشته با حضور نمایندگان از آمریکا، پاکستان، عربستان و امارات متحده عربی در حال گفتگو بودند. به گفته گروه طالبان، رهایی زندانیان این گروه و بیرون شدن نیروهای خارجی از افغانستان در این گفتگوها مطرح شده. دولت افغانستان هم با وجود اینکه به امارات نماینده فرستاده بود، اما نتونست در مذاکرات شرکت کند. پیش از این اما خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که اعلام آتش بس 6 ماهه ایجاد دولت موقت با حضور نمایندگان طالبان در مذاکرات ابوظبی مطرح شد.
گروه طالبان اما این موضوع را رد کرد. Respect for rule of law. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای مذاکرات صلح افغانستان گفتگوهای امارات متحده عربی را سازنده خواند. او اما از جزئیات نشست چیزی نگفته. بشیر پیمان، بی بی سی، کابل. عبدالله پیمان تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان با ما هستند. آقای پیمان، میدونیم که نمایندگان دولت افغانستان نبودند در این مذاکرات، ولی نسل اینکه آمریکا نمایندش حضور داشته و سه کشوری که خیلی نفوذ زیادی دارن روی افغانستان، روی طالبان در این مذاکرات حضور داشتن، آیا میشه این روی قدم مهم و جدی دونست برای پیشرفت مذاکرات صلح؟ با سلام خدمت شما و خدمت بینندگان تلویزیون شما. آمریکایی‌ها همون گونه که بارها اعلام کردند در مذاکرات صلح با طالبان نقش در واقع فراهم کننده زمینه گفتگو ما بین دولت افغانستان و طالبان بازی میکنند. اگر آنچه که میگویند واقعیت داشته باشه، به نظر من ما رفته رفته شاهد شروع مذاکرات ما بین دولت افغانستان و طالبان خواهیم بود، برای اینکه به نظر می رسد پاکستان تحت فشار فزاینده دولت آمریکا و کشورهای غربی تن به نوع مصالحه با آمریکا داده و پاکستان بالای طالبان فشار وارد خواهد کرد که مذاکرات بین الافغانی را شروع بکنند، تا اینکه مابین طالبان و دولت افغانستان یا گروه های مختلف سیاسی که در جامعه وجود داره یک نوع توافق و اجماع شکل بگیره برای رفتن به طرف آیندی سیاسی افغانستان. اما یه نگرانی که وجود داره اینه که طالبان مرتب بیانیه میفرستادن وقتی در مذاکرات بودن و میگفتن که ما اصلا با دولت در حال مذاکره نیستیم و فقط آمریکا هستش. این تمایل به دور زدن دولت افغانستان به نوعی، این چقدر نگران کننده هست برای کسایی که دارن الان مذاکرات رو تماشا میکنن؟ البته قطعا نگران کننده هست، ولی تا اونجایی که من اطلاع دارم و اطلاعاتی از درون گفتگوها به بیرون درس کرده، این است که هیئت افغانستان هم دولت افغانستان هیئت خودش به منظور مذاکره با طالبان تعیین کرده و احتمال داره امروز فردا مذاکرات ما بین اونها و طالبان هم شروع شوه. طالبان به نظر میرسه تا اونجایی که در توان دارن دولت افغانستان و نیروهای خارجی رو تحت فشار قرار بدن تا با اون خواسته ها و اهداف و غایات استراتژیکی که برای رسیدن به رأس اهرم قدرت سیاسی در افغانستان تعیین کردن برسن. و من فکر میکنم که اینها صرفا طالبان میدانن که این روش تاکتیکی برای رسیدن به اون اهداف استراتژیک، اما چند روز آینده ما قطعا شاید شروع اولین به اصطلاح دور مذاکرات دولت افغانستان با دولت با طالبان خواهیم بود، برای اینکه زمینه‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای یک چنین مذاکرات فراهم آمده، هم پاکستان و هم روسیه و هم بازیگران دیگه مثل چین و تا حد هند حاضر شدن که یک چنین مذاکرات شروع شود و در واقع به جنگ و کشمکش و درگیری‌های چند ساله افغانستان نقطه پایان گذاشته شد. از پاکستان و کشورهای دیگه یه مقداری صحبت کردیم، ولی اگر بخوام که بیشتر روی این سه تا کشور تمرکز کنیم، پاکستان، عربستان و امارات، کشوری که تنها کشورهایی بودن که وقتی که طالبان در قدرت بود اون رو به رسمیت شناختن، چقدر اراده و قدرتش رو دارن برای اینکه فشار روی طالبان بیشتر کنن؟ من فکر میکنم در حد بسیار بالا. ببینید طالبان یکی از کشورهایی بود که پاکستان از کشورهایی بود که طالبان در واقع عقبه استراتژیک طالبان بودند و طالبان به لحاظ نظامی تا همین الان حمایت کردند و به لحاظ استخباراتی و اطلاعاتی هم کارهای را در نفع آنها در افغانستان و در منطقه انجام دادند. و همچنین کشورهای عربی طی از چند سال اخیر حتی در دوران حکومت طالبان ما شاهد حمایت بی‌دریغ کشورهای عربی از جمله عربستان سعودی، امارات متحده عربی، قطر و دیگران به طالبان بودیم و در واقع عامیان اصلی اینها در منطقه همین چند کشور است. اگر اینا اراده برای آوردن صلح در افغانستان داشته باشند، یعنی استراتژیشان در ارتباط با مسئله افغانستان تحت تأثیر تحولات
کنونی تغییر کرده باشد، به نظر من اونها توانی ندارن که طالبان وارد میز بر سر میز مذاکره و گفتگو با دولت افغانستان و سایر گروه ها و سازمان های سیاسی بنشانن و در واقع کلید بزنن پروسه مذاکره و گفتگو و صلح در افغانستان. از قدرت‌های منطقه، از اراده منطقه صحبت کردیم، به نظر میرسه که آمریکا هم جدی شده. شما به عنوان یک افغان و افغان‌های دیگه، شما چقدر امیدوارین که این بار دفعه‌ای باشه که واقعاً صلح برقرار بشه؟ من شخصاً معتقد هستم که مشکلات افغانستان ریشه در سه تا ساحت داره یا سه حوزه. یکی مسائل داخلی افغانستان است که مشکلات مختلف و گوناگون و عوامل متعددی داره. یکی ریشه در منطقه ما داره، یعنی در هی حوزه بازیگران مختلف و گوناگونه که در حوزه ما به شمول پاکستان و هند و ایران و روسیه وجود داره و کشورهای آسیای میانه. اینها هم یکی از فاکتورهای بسیار عمده مسائل و اصطلاح بحرانهای مختلف و گوناگون افغانستان است و همچنین فرا منطقه. اگر ما برویم اینکه یک نقطه به اصطلاح گریگای ما بین این سه تا عامل یا فاکتور اساسی پیدا بکنیم و آمریکا و دولت افغانستان و پاکستان و کشورهای دیگر این سه ساحتی از مشکلات و گرفتاری های افغانستان را در نظر بگیرند و از این طریق بیان اینا را رفع و دفع بکنند، قطعا ما به صلح و امنیت و پایدار در افغانستان خواهیم رسید. خیلی ممنونم ازتون عبدالله پیمان، تحلیلگر مسائل سیاسی افغانستان. دادستانی کل افغانستان میگوید نظام الدین قیصاری از فرماندهان محلی در بازداشت را به صورت مشروط آزاد میکند، به شرط آنکه آقای قیصاری تا پایان روند رسیدگی به اتهاماتش از کابل خارج نشود. پیشتر هم دادستانی افغانستان عبدالغنی علی پور، یکی دیگر از فرماندهان محلی را با شروطی مشابه آزاد کرد. دولت این فرماندهان را به نقض حقوق بشر و استفاده از قدرت متهم کرده، اما هوادارانشان میگویند آنها سنگر مقاومت مردمی در برابر شبه نظامیان مخالف دولت را رهبری میکنند. فؤاد مسیحا نگاهی انداخته به پیشینه حضور شبه نظامیان هوادار حکومت در افغانستان. سالهای میانی دهه 80 خورشیدی، افغانستان با نظام تازه‌اش چند سالی را در آرامش گذرانده، اما مخالفان مسلح آهسته آهسته در حال انسجام دوباره بودند. ارتش و پلیس ملی افغانستان اما نوپا بود، با مشکلات و نارسایی‌های بسیار. در چنین شرایطی دولت افغانستان دست به دامن سیاستی جنجالی شد، ایجاد گروه‌های قومی و مردمی و مسلح ساختن آنها. اسم این تشکیلات تازه را گذاشتند پلیس محلی. این طرح به معنای برتری دادن یک گروه قومی بر دیگران نیست. خیلی ساده، این طرحی است برای افزایش نیروهای امنیتی افغانستان. ما مجبوریم این نیروها را از میان مردم و جامعه استخدام کنیم. به نظر می رسید دولت به دنبال منسجم کردن نیروهای مشهور به اربکی است، افراد مسلحی که پیش از آن در گوشه و کنار کشور حضور داشتند و در غیاب نظامیان دولت امنیت مناطق خود را خودشان به دست گرفته بودند. این طرح با مخالفت‌ها و انتقادهای شدید روبرو شد. برای بسیاری از افغان‌ها پلیس محلی یادآور سیاست ملیشه‌سازی در دوران حاکمیت حزب دموکراتیک خلق افغانستان بود. گروه‌های شبه نظامی که دولت کمونیستی می‌گفت برای حفاظت از مرزها و نفوذ دشمنان خارجی است. یکی از سرشناس‌ترین و قدرتمندترین آنها ژنرال عبدالرشید دوستم بود. اما سیاست ملیشه‌سازی دولت کمونیستی آن گونه که پیش‌بینی شده بود پیش نرفت. بسیاری از این گروه‌ها خیلی زود به قدرت‌های بزرگ و کوچک محلی بدل شدند که در تنور داغ جنگ در افغانستان نان خودشان را می پختند. گاه با زورگویی و باجگیری از مردم و گاه با تغییر جبهه و معاملات سیاسی. خیلی ها نگران بودند پلیس محلی، خیزش مردمی و اربکی ها تکرار همان تجربه ملیشه سازی دو سه دهه قبل باشد. از جمله جنرال دن مکنیل، فرمانده نیروهای آیساف در افغانستان در سالهای 2007 تا 2008. نباید ملیشه‌های قدرتمند گذشته را احیا کنیم. کارهای خوبی در راستای آوردن آنها در یک چارچوب انجام شده. نباید دوباره به جایی که بودیم برگردیم.
طرح ایجاد گروه‌های مسلح مردمی با وجود مخالفت‌هایی که شده بود اجرا شد. گفته می‌شود در حال حاضر شمارشان به حدود 30,000 نفر می‌رسد. این نیروها در بخش‌هایی از افغانستان توانستند امنیت را تأمین کنند. اما در تمام این سال‌ها شکایت از این نیروها هم کم نبوده. کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان در گزارشی در سال 1391 از استخدام مجرمان سابقه دار در پلیس محلی خبر داد و گفت فرماندهان محلی، افراد با نفوذ و حتی نیروهای ویژه آمریکایی در تشکیل این نیروها اعمال نفوذ می کنند. اتهام هایی که کمیسیون حقوق بشر افغانستان مطرح کرده بود شامل آزار و اذیت مردم، قتل، دزدی، اختطاف و اخاذی بود. با این همه حوادث چند ماه اخیر نشان داد که شماری از این فرماندهان محلی هنوز هم قدرت، نفوذ و محبوبیت زیادی در بین مردم دارند. قدرتی که گاهی میتواند چالشی هرچند کوتاه مدت برای حکومت مرکزی باشد. بازداشت نظام الدین قیصاری، عبدالغنی علیپور و نوید خانابادی روزها اعتراض و تظاهرات هواداران آنها را به دنبال داشت. دولت در مورد فرمانده علیپور به خواست معترضان پاسخ مثبت داد و او را با گرفتن تعهد کتبی و تصویری آزاد کرد. حاضر هستم با ضمانت بزرگان و مستفیدان تا تکمیل شدن تمام مراحل قانونی تحقیقات در کابل در یک مکان مناسب بود و باش اختیار و روزمره و ارگان‌های امنیتی جهت پاسخگویی مراجعه نمایم. دادستانی کل افغانستان هم گفته اگر ضمانت معتبری بگیرد آقای قیصاری را فعلا آزاد می‌کند، به شرطی که او هم مانند فرمانده علیپور تا رسیدگی به اتهاماتش از کابل خارج نشود. اما چه این دو فرمانده دیگر هم مانند فرمانده علیپور با تعهد و اما و اگرهای دو طرف آزاد شوند و چه دیگر فرماندهان کوچک و بزرگ محلی هم بازداشت یا خانه نشین، یک سوال بی پاسخ می ماند. آیا تاریخ مصرف شبه نظامیان محلی در سیاست امروز افغانستان رو به پایان است؟ یا شاید هم حکومت در پیان است که در ماهای مانده به انتخابات ریاست جمهوری به همه نشان بدهد که در کشور چه کسی حرف اول و آخر را می زند؟ فؤاد مسیحا، بی بی سی. به پایان این بخش خبر می رسیم. بلند خدافظ.